بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مشاورین عالی مقام ریاست جمهوری، رهبران احزاب سیاسی، بزرگان، علما، استادان و جوانان قوم بزرگ سادات، حضار گرامی، خانمها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا از جلالت مآب رئیس جمهور تشکر میکنم که فرصت دادن امروز جمع بزرگی از علما و بزرگان و جوانان قوم شریف سادات در این مجلس حضور بیابند و در مورد مسائل مختلف کشور و مخصوصاً درباره مشکلات، خواسته ها و مطالبات سادات افغانستان نظریات و پیشنهادات خود را ارائه کنند. با اغتنام از فرصت لازم می‌دانم چند نکته کوتاه را به صورت فشرده با شما حاضرین مجلس در میان بگذارم. نکته اول، سادات در دنیای اسلام از اخلاف پیامبر گرامی اسلام و از سلاله فاطمه زهرا دخت گرامی پیامبر اسلام و از نسل اهل بیت پیامبر هستند. و به همین جهت مورد احترام همه مردم مسلمان افغانستان هستند. ما هم در سطح حکومت و هم در سطح مردم و جامعه افغانستان به سادات خود احترام خاص داریم و به نقش تاریخی و جایگاه سادات در میان مردم افغانستان واقف هستیم. سادات در افغانستان در طول 14 قرن خدمات بزرگی برای کشور انجام داده و از میان آنان شخصیت‌های بزرگ سیاسی و علمی برخواستند که هر کدام مایه افتخار و مباهات همه مردم افغانستان هستند. از میان ده ها شخصیت نامدار در میان سادات لازم می‌دانم که از دو شخصیت بزرگ نام ببرم. یکی سید جمال الدین افغانی از اسدآباد کنر که نه تنها در افغانستان که در سطح جهان اسلام و بلکه در سطح بین‌المللی یک چهره شناخته شده است. سید جمال الدین از بیدارگران جهان اسلام و از بنیانگذاران نهضت نوگرایی اسلامی به شمار می رود. و دوم علامه سید اسماعیل بلخی است که شخصیت مبارز، سیاستمدار، خطیب توانا و بنیانگذار ادبیات انقلابی و شاعر نامدار وطن ماست. شخصیتی که در قیام معروف خود در دوره سلطنت ظاهرشاه به زندان افتاد و حدود 14 سال را در زندان دهمزنگ سپری کرد. غیر از این دو شخصیت، ده ها تن از شخصیت‌های برجسته سادات ما هستند که در میان اهل تشیع و تسنن افغانستان مورد احترام بوده و از افتخارات تاریخ و فرهنگ افغانستان محسوب می شوند. نکته دوم، ما همگی خوشبختانه منسوب به دین و فرهنگی هستیم که از نگاه اجتماعی و ارزش‌های انسانی در دنیا پیشرو است. دین اسلام، دین مقدس اسلام قبل از پیوندهای خونی، نژادی، جنسیتی، زبانی و اجتماعی به ارزش‌های فردی انسان‌ها تأکید دارد.
ارزش‌های نوین امروزی نیز در دنیا بر کرامت ذاتی و حقوق بشری و حقوق شهروندی و عدالت فردی و فضیلت فردی تاکید دارد و نه به تعلقات جانبی او. جمعی از علمای بزرگ در جلسه ما حاضر هستند. دو یا سه آیه شریفه قرآن را در این رابطه خدمت شما قرائت میکنم. در آیه شریفه ای که داستان حضرت ابراهیم را در قرآن بیان کرده فرموده که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. حضرت ابراهیم مورد آزمایش‌های بزرگی قرار گرفت و بعد از او که موفق شد در آزمایش‌ها خداوند فرمود که من تو را پیشوا و امام مردم قرار می‌دهم. حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که از دودمان و از نسل من هم امامان و پیشوایان قرار بده. خداوند فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. در این آیه شریفه ملاک امامت و رهبری ارزش‌های الهی و انسانی دانسته شده، اما به کسی که برخلاف این ارزش‌ها باشد بر اساس این آیه شریفه هرچند از دودمان حضرت ابراهیم هم باشد عهده امامت به او تعلق نمی‌گیرد. در آیه شریفه دیگر که خیلی معروف است همه شما حفظ دارین خداوند فرموده انا خلقناکم، خطاب به مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که در این آیه شریفه هم ملاک امتیاز و فضیلت تقوای انسان ها دانسته شده و نه اینکه منسوب به کدام قوم یا کدام نژاد و یا کدام زبان است. اما با همه اینها چنان که به این آیات هم توجه کنیم، اصل وجود اقوام، نژادها و زبانها یک حالت طبیعی و نشان دهنده تنوع و زیبایی در خلقت خداوند است و در یک آیه شریفه فرموده که این از آیات الهی است و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم، این تفاوت‌ها در رنگ‌ها، زبان‌ها و نژادها از نشانه‌های خداوند است. نکته سوم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان همه اقوام کشور را تشکیل دهنده ملت افغانستان معرفی می‌کند. در ماده 4 قانون اساسی به وضوح آمده، یک بار دیگر قسمتی از این ماده قانون اساسی را برای شما می‌خوانم. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشد. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغز، قزلباش، گجور، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. به این ترتیب بر اساس این ماده قانون اساسی ملت افغانستان عبارت است از همه اقوام کشور و همه خرده هویت های ما در حقیقت همان هویت کلان ملی ما را تشکیل می‌دهند. ما باید به همه هویت‌ها احترام قائل باشیم، اما این احترام به هویت‌ها نباید ما را از هویت کلان ملی ما غافل بسازد. ما باید قبل از هر چیزی به هویت کلان ملی، وحدت ملی و منافع ملی خود پایبند باشیم و در جهت تحکیم آن از هیچ تلاشی دریغ نورزیم و در مقابل هر نوع آوازهای تفریق افکنانه بیستیم و در همه فعالیتها و برنامه های خود وحدت ملی مردم افغانستان را یک اصل بدانیم. نکته 4، به طور خاص مردم هزاره افغانستان با سادات محترم پیوند ناگسستنی دارند. هزاره ها و سادات دارای
فرهنگ و زبان و باورهای مشترک هستند و بلکه زندگی مشترک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت مشترک دارند و در هر قریه و منطقه هزارجات شریک زندگی همدیگر هستند و به اصطلاح عامیانه مردم جای شریک و زمین شریک و مال شریک هستند و به همین جهت هر نوع صدای نفرت پراکنی و تفرق افکنی بین قوم هزاره و سادات صدای دشمن است. و از سوی هر کسی که بلند شود باید در مقابل آن استاد. در این رابطه به مناسبت این که فردا 22 حوت مصادف است با سالروز شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری، بجا و مناسب است که جملاتی از ایشان را در همین مورد نقل کنم. استاد مزاری از کسانی است که در حرکت سیاسی خود به شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه های او اقتدا کرده است و در یکی از خاطراتش میگوید که اولین آموزه های سیاسی و انقلابی را از علامه بلخی آموخته است و به همین جهت شما می دانید که در طول سالهای جهاد به طور مستمر از سالگردهای شهادت علامه سید اسماعیل بلخی تجلیل می کرد و آثار و اشعار انقلابیشان را نشر، ترویج و تبلیغ می کرد. در زمان حضور استاد مزاری در غرب کابل صداهای تفرقه‌آمیزی بلند شده بود که به نام هزاره، سید و قزلباش. استاد مزاری به طور قاطع علیه این تبلیغات موضع گرفت و در یکی از سخنرانی‌های خود مطالب مفصلی بیان کرده که دو جمله او را یا دو قسمتی او را خدمت شما نقل می‌کنم. گفته است من مخالف این نوع تبلیغات هستم. این تبلیغات زهراگین است که مسئله هزاره و سید و قزلباش مطرح شود. شما آگاه باشید و فریب نخورید. شما باید دقت کرد که علت این کارها چیست. شما خودتان بازخواست کنید که آیا در حزب وحدت کوچکترین تبعیضی در رابطه با برادران قزلباش و سادات وجود دارد. اگر وجود دارد و شما دیدید تذکر بدهید. شما می دانید که در اسلام و مذهب شیعه این تبعیض ها وجود ندارد. داشتن تقوا و علم و دانش مهم است. اگر روی مسئله تبعیض بحث شود، از جمله 160 نفر اعضای شورای مرکزی حزب وحدت، 40 نفری آنها از برادران محترم سادات هستند. همچنین در یک جای دیگه گفته که این قبیل تبلیغات را به نفع جامعه افغانستان، به نفع جامعه تشیع نمی‌دانیم که کسی به نام هزاره، سید، قزلباش، بلوچ و تاجیک چیزی را مطرح کند و نفاق اندازی کند و هر کس هم که این مسئله را دامن بزند، من یقین دارم و اعلان می‌کنم که مزدوری بیگانه است. نکته پنجم، جناب رئیس جمهور، من شخصا با پیشنهاد رسمیت یافتن هویت سادات در کنار 14 قوم دیگری که در ماده 4 قانون اساسی افغانستان آمده کاملا نظر موافق دارم خالص درسی این شما تبلیغ هم هست جدا و هیچ نوع منع قانونی و حقوقی در این مورد وجود ندارد. در قانون اساسی افغانستان ماده 4 به صراحت ذکر شده که ملت افغانستان عبارت است از 14 قوم و سایر اقوام. این موضوع در چند سال گذشته و تا همین امسال بارها بین ما و شخص جالب ما رئیس جمهور مطرح شد، مورد بحث قرار گرفت، اما موانعی در میان بود که باعث شد این موضوع به تأخیر بیفتد و اکنون من شخصا از جالب ما رئیس جمهور خواهش میکنم که در این مورد حکم رسمی ریاست جمهوری را صادر کند.
ما مطمئن هستیم که اقوام دیگر هم هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهند داشت، چون همه اقوام افغانستان به سادات احترام خاصی قائل هستند و اگر هم اقوامی وجود دارد که آنان هم خواهان به رسمیت شناخته شدن هویت مستقل قومی خود هستند، باید در ابتدا تدابیری در نظر گرفته شود که در اول هویت مستقل قومی آنان تثبیت شود و بعد از تثبیت هویت مستقل قومی از دید حکومت و رهبری حکومت وحدت ملی هیچ معنی قانونی وجود ندارد. اما درباره سادات باید گفت که این هویت تثبیت شده است و همه اقوام افغانستان به سادات احترام دارند و از این جهت هیچ معنی قانونی و حقوقی وجود ندارد. امیدوارم هر چه زودتر شاهد صدور حکم جلالت مآب رئیس جمهور در این رابطه باشیم. تلدوی افغانستان، پاینده باد وحدت ملی مردم افغانستان. تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز جلالت مآب استاد دانش، بزرگان، جوانان، خواهران قوم بزرگ سادات افغانستان، تمام حاضرین مجلس، اول تر از همه تحفه پیشوای بشریت برتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر محمد و آل محمد و اصحاب اجمعین. امروز جای افتخار است که نمایندگان قوم بزرگ سادات افغانستان در خانه خود ارگ ریاست جمهوری حضور دارید. از حضور گرمتان از صمیم قلب تشکر میکنم. احترام به شخصیت، سیرت و مقام پیشوای بشریت در خون هر افغان و هر مسلمان دائمی است و نهفته است. به حیث کسی که یک سال کامل سیرت نبوی خواندیم و هم در مدارس اهل تسنن و اهل تشیع در پای استادا نشستیم، همیشه در هر حالت سختی و در هر حالت انتخاب دشوار سیرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیش روی ما بوده و خواهد بود. سادات افغانستان نمونه مفکوره است که در علوم اجتماعی ایره سرمایه معنوی میگه. سرمایه معنوی از نسبتان سرچشمه میگیره. به سرمایه اجتماعی را بدل کردن با خود کردار سیدای محترم تعلق داره، مثل که جناب استاد گفتن. اما در تاریخ درخشان افغانستان سیدای ما خوب درخشیدن، علاوه بر دو شخصیت بزرگ علمی ما، سید جمال الدین افغانی و سید اسماعیل بلخی که جناب استاد دانش ذکر کردن. من میخوام در عین حال از شهید باودین مجروح یادآوری کن که آثارش دوامدار خواهد بود و از کسی که مرا برادرزاده خطاب میکرد و امروز در بین ما وجود نداره، جناب پیرصاحب، بازم یادآوری کن که همیشه شخصیت مسلح، شخصیتی که در تضاد نبود و همیشه منافع ملی را تأمین میکرد، یادآوری کن. و همچنین از شاعر آزاده دیگه ما فروغ نادری که در بندیخانه زجرای زیاد گرفت و دید قابل یادآوری است و اشعارش همیشه بر ما یک منبع الهام خواهد بود. از این چپن سفید من خواستم تشکر میکنم
چون پیغام صلح را داره، پیغام همزیستی را داره و پیغام وحدت ملی را داره. مننه دزلل کومنه مننه او انشالله تعالی مقبسول گورو پایدار سوله ده عزت سوله او ده طول افغانان سوله. سوله قومی نده، سوله سمتی نده، سوله سچه افغانی ده اوی با. انتخابات یک فریضه است، چون قانون اساسی ما یک وثیقه ملی است و امروز سر ملت افغانستان صدا میکنم که خود بر انتخابات بسیج کنند و با کاندید دلخواه خود به صورت آزاد رای بده. حرفی که منتظرش هستین، فردا فرمان تقنینی بر شناختن سادات افغانستان به حیث قوم صادر میشه. مبارکتان باشه، مبارک ملت افغانستان باشه. و در این بخش میخوایم که بروی دوست بسیار گرامیم شهید کاظمی شهید و دوست که رهبری از این پروسه را به دست داشت جنرال صاحب سید حسین انوری اطاف درود کن. روی اردوشان شاد باد، امروز از دوست خود شاید خوش باشن. یشستن افغانستان، زنده ایدی وی افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد وحدت ملی.